دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. مدتی هست که برای خودم یک مرخصی یک ماه دو ماهه گذاشتم و برنامه آپلود نکردم و معمولا هم کارهای سیاسی دیگه ای نکردم. امروز میخوام در مورد پیشبینی سال 2023 صحبت بکنم، اتفاقاتی که از نظر من ممکنه در سال 2023 اتفاق بیفته. ولی پیش از اینکه شروع بکنم، در این مدتی که برنامه نذاشتم، خب قسمتی تنبلی خودم بود و قسمتی هم هجوم اسپم یا هرزنامه به یوتیوب باعث شده که مقدار زیادی از بازدیدهامون پایین بیاد، مقدار تماشاچی و مقدار تعقیب کننده یا سابسکرایبر پایین اومده. ازتون خواهش میکنم اگه براتون امکان پذیر هست نگاه بکنید، کنترل بکنید که آیا هنوز تعقیب میکنید برنامه ها رو یا سابسکرایب میکنید برنامه های ما رو یا نه، و اگر براتون امکان پذیر هست حتی اگر یک نقطه هم باشه یک مقدار در قسمت کامنت ها برنامه رو چیز بکنید، ساپورت بکنید، و اگر براتون امکان پذیر هست نظری بنویسید، چون الگوریتم یوتیوب کمک میکنه در این شرایط که دیگران هم برنامه رو ببینن. ولی به هر حال سال 2023 آمد و سال 2022 تمام شد. مبارک باد به کسایی که این سال رو سال تازه میدانن و سال نو میدانن. در سال جدید اتفاقاتی احتمالاً در ایران و ترکیه خواهد افتاد. اتفاقات مهم در ایران و ترکیه خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی ایران با بحران اقتصادی و بحران مشروعیت مواجه است و احتمال سقوطش در سال 2023 بسیار بالاست. درسته که حرکت‌های اعتراضی در حال حاضر کم هست و به صورت منسجم و به صورت هماهنگ در همه جای کشور نیست و همگون نیست به اصطلاح، ولی به هر حال برنامه های اعتراضی مخالفین به شکل های مختلفی ادامه دارد. انقلاب یک مسئله ثابت و ساکن و جامد نیست، یک سیال هست و خودش رو به شکل ظرف‌هایی که براش پیش‌بینی شده در میاره و در موقعیت‌های مناسب حرکت‌های مناسبی انجام خواهد داد. انقلاب یک حرکت جمعی هست که در این حرکت جمعی یک اقلیت حاکم با یک اقلیت مخالف جا عوض می‌کند و یک اکثریت خاموش درش وجود دارد که تقریبا تا اواخر انقلاب هم فعالیتی انجام نمیده. ولی به هر حال چون توده مردم و قاعده هرم قدرت تغییرات اساسی رو تجربه میکنه بهش انقلاب میگن. قاعده هرم قدرت در ایران خوشبختانه بسیار روشن فکر شده و بسیار سطح بالایی از خواستها رو داره و از لحاظ فکری و فلسفی واقعا رشد پیدا کرده و این باعث میشه که انقلاب ایران انقلابی 100% و بدون هیچ بازگشتی خواهد بود. فقط و فقط باید کاری کرد که کسانی که در قدرت هستن هزینه رها کردن قدرت رو براشون پایین آورد. باید بهشون اطمینان داد که در آینده ایران حکم اعدامی وجود نخواهد داشت، خودشون و خانواده هاشون کرامتشون حفظ خواهد شد، مگر کسانی که دستی به جنایتی برده باشند و اونها هم بدور از حکم اعدام و شکنجه سزای زندان خود رو خواهند دید. به هر حال آینده در ایران آینده روشنی هست، با وجود اینکه بحران عظیم اقتصادی وجود دارد. دولت به خاطر اینکه سپرده های مردم رو در بانک ها ناچیز بکند مجبور است که بهای ارز رو بالا ببرد، چون بزرگترین دارنده ارز خارجی در ایران دولت هستش و بالا بردن ارز، قیمت ارز باعث میشه که ریال بیشتری در دست داشته باشه که بتونه حقوق مزد بگیرهاشو بده.
و این باعث میشه که ارزش پول ملی پایین بیاد، قدرت خرید مردم پایین بیاد. ولی این حربه ای است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همیشه به کار برده. سپرده مردم در بانک ها، برآورد دلاریش در حالت ریزش قیمت ریال به شکلی خواهد بود که صاحب سرمایه عظیمی را از دست میده و این اقبال مردم به بانک ها رو پایین میاره و مسئله سپرده گذاری رو پایین میاره، مقدار نقدینگی رو بالا میبره، هجوم به ارزهای خارجی و مسکن رو بالا میبره و این همه تبعات تورمی خواهد داشت و اقتصاد ایران رو بیشتر به سمت فلج شدن پیش میبره. نیروهای اپوزیسیون در ایران سعی خواهند کرد که در سال آینده با هم متحدتر باشند و احتمال اینکه بحران مشروعیت و بحران اقتصادی باعث بشه که حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه بسیار بالاست. ولی مسئله اساسی دیگر مسئله ترکیه هست. در ترکیه در بهار امسال انتخاباتی خواهد بود که اردوغان آخرین دوره ریاست جمهوریش رو بر اساس قانون اساسی طی کرده و قادر به کاندیداتوری نیست، ولی بالاخره به دلیل اینکه نیروهای طرفدار اردوغان در سیستم قضایی کشور نفوذ بیش از حدی دارن، احتمال اینکه این به اصطلاح انتخابات رو جوری صلاحیت ها رو بررسی بکنن و صلاحیت بدن که اردوغان دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه بسیار بالاست. این هم باعث خواهد شد که نارضایتی در بین مردم بالا بره. اردوغان به دلیل فعالیت های گذشتش و احتمال زیاد نقش داشتنش در فسادهای مالی امکان داره که در انتخابات پیش رو مشکلات بزرگی رو داشته باشه. این مشکلات بزرگ ممکنه به سمت رویارویی قدرت در بین اپوزیسیون و پوزیسیون داخل جامعه پیش بره. در حال حاضر بعد از در این چند هفته گذشته قتل‌های سیاسی در ترکیه اتفاق افتاده و سیستم قضایی کشور در حال قیچی کردن فعالان سیاسی و حتی نمایندگان پارلمان هستش. امروز خبر رسید که حزب HDP از کمک‌های مالی که از دولت می‌گیره رو باید پس بده و تمام حساب‌های بانکیش بلوک شده. همزمان مسئولیت پارلمانی بعضی از نماینده‌های مخالف حکومت رو دارن برمی‌دارن و احتمال بازداشت و زندان شدن برای این دوستان بالا می‌بره. به هر حال هرچه به سمت انتخابات نزدیکتر بشیم خشونت بین دو طرف بالا خواهد رفت و این باعث خواهد شد که سال 2023 سال پرتنشی در ترکیه باشه. پیش بینی این که احتمال وجود جنگ داخلی در ترکیه هستش بسیار بالاست. من شخصا فکر میکنم که سال 2023 سال بسیار موفقی برای آزادی خواهان خواهد بود و سال بسیار سختی برای دیکتاتورها و مفسدین اقتصادی خواهد بود. امیدوارم که این سال اونجوری که من پیش بینی کردم به نتیجه برسه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، سعی میکنم در آینده برنامه ها رو پشت سر هم دوباره آپلود بکنم، ولی به هر حال خواستم که سال 2023 رو به شما تبریک بگم و پیشبینی خودم رو نسبت به سال 2023 به همه شما ابلاغ بکنم و اعلام بکنم و نظر خودم رو در اینجا به صورت ویدئویی پخش کرده باشم. با امید دیدار شما در ایرانی سر بلند و آزاد و دموکراتیک.